ونصلي على رسوله الكريم وبعد. مع سليني عزيز ومع سلاتي عزيز در نقطتين هم از حدود اطاعت دولت صحبت میکنیم از نظر قرآن کریم. اقامه دولت یک واجب شرعی و عقلی است و اطاعت دولت هم یک واجب شرعی است، لیکن آیا ای اطاعت حدود داره؟ یعنی بله ای اطاعت حدود داره که در این نکته بیان شده. فلهذا بالای مردم اطاعتش در هر معروف واجب و لازم است و در گناه اطاعت نداره، یعنی هر چی که مخالف شرع و قانون الله باشه در اونجا برش در معصیت بالایش لازم نیست که اطاعت بکنه، بلکه باید نافرمانی بکنه. الله جل جلاله در قرآن کریم می فرماید یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله، والآية ودر آخرش ميقا ولا يعصينك في معروف فبايعهن مبينيد. الله جل جلاله در القرآن الكريم فرمايا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله عزيز إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الله پاک می فرمای ای پیغمبر وقتی کی بیاد نزد تان زنای مسلمان کی بیعت کنن با تو با این شرط کی شریک مقرر نکنن، یعنی چیزی را با الله جل جلاله شریک نکنن و چیزی را دوزدی نکنند و زنا نکنند و نکشند اولاد خود را و پیش نیارند سخن دروغ که بر بسته باشند آن را در میان دست های خویش و در میان پاهای خویش و نفرمانی نکنند تو را در کار نیک، پس بیعت قبول کن از ایشان و طلب مغفرت کن برایشان از الله جل جلاله و تحقیق الله جل جلاله بخشنده و مهربان است. ببینید اینجا الله جل جلاله اونجا از بهتان یعنی فرزند کسی را به دیگری منصوب نکنه، هدف از این است یعنی حرامی را به کسی منصوب نکنه، خو هدف معمی است که و می فرمایی که ولا یعصینک فی معروف و نافرمانی نکنند تو را در کار نیک. میبینی که الله جل جلاله رسول صلی الله علیه و سلم معصوم است، هیچ وقت با کار بد و با گناه امر نمیکنه که اینجا گفته که در کارهای نیک معصیت نکنه. الله جل رسول صلی الله علیه و سلم خوب با کارهای بد امر نمیکنه. چرا این نکته را ذکر کرده؟ این تأکید است یک، دوم این است که این فرض محال است. اگر پیغام به او سطح باشم شما اطاعتش نکنی، دوم این که ای خو رسول الله است که نفرمانی نمی کنه از الله جل جلاله و ببدی امر نمی کنه، خو ای یک حیثیتش رئیس مسلمان است، زعیم دولت است و یک حیثیت رسول الله است و با حیثیت زعیم امت و زعیم دولت اسلامی وقتی که جای ازیرا کسی دیگه میگیره و او رحلت میکنه از هیچ کسی شما متابعت نکنید در کارهای بد، بلکه در کارهای نیک نفرمانی نکنید از زعیمتان و عقلانتان.
از این خاطر یعنی تأکید است، در حالی که رسول کریم صلی الله علیه و سلم هیچگاه به معصیت امر نمی کنه و امرش همیش در معروف می باشه. فلهذا که اینی قسم هدایت در باره رسول صلی الله علیه و سلم داده شده، ای یک تأکید است که در حق دیگر خو به طریق اولا امی لازم است که باید در غیر معروف معصیتش اتباع و اطاعتش نشوا، ای حدودی اطاعت دولت است. در جای دیگر الله جل وعلا فرمایه و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. و در نیکی و تقوی تعاون کنید با هم دیگر و در گناه و در تجاوز و ظلم شما با هم دیگر تعاون نکنید و از الله بترسید، بیشک که الله جل جلاله عذابش بسیار سخت است. نکته طبعا حدیثی داری با رابطه بسیار زیاد است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ما فقط امی نکات را نکات سیاسی قرآن کریم را بیان میکنم که در روشنی قرآن کریم است، اما نکات اساسی سیاسی را بیان میکنیم. اگر نه خو در تفسیر و تشریع ازی بسا احادیث شریف وارد شده از رسول کریم صلی الله علیه و سلم به ما رسیده. نکته دوم و هم که خیلی اساسی است و یکی از خطوطی اساسی دولت اسلامی و نظام اسلامی شمرده میشه که او شورا است که قرآن کریم به او اشاره کرده که او شورا است. نظام مسلمانان، نظام دولت اسلامی شورایی است و دیکتاتوری و استبداد نیست. یعنی کار دولت اسلامی و عمل دولت اسلامی به تاسیس و تشکیلی خشت اولی از در انتخاب رئیس دولت، از انتخاب رئیس دولت گرفته و از اول الامر و انتهایش به امور تشریعی و مسائل تنفیذی، این همه با مشوره مؤمنان صورت میگیره و انجام میشه در بینشان. با قطع نظر از این که مشوره مباشرتا باشه یا از طریق نماینده و از طریق اهل حل و عقد باشه، خلاق نمایندگانی صحیح و منتخب و کی او اهلیت یزیرا داشته باشه. الله جل جلاله در قرآن کریم به او اشاره کرده و فرموده در آیت صریح و صفات صحابه را بیان کرده و صفات مؤمنان را بیان کرده که و امرهم شورا بینهم، و کارشان شوراست در بینشان. یعنی هر کار را، خصوصا کارهای کلان را، کارهای دولت را با مشوره با پیش میبره. و در جای دیگه الله جل جلاله بر رسول کریم صلی الله علیه و سلم به مشوره امر کرده و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. نکته 11 هم ای صفات اول الامر، امی حکام یا اول الامر یا اهل حل و عقد کی و هم در اول الامر نه او چه صفات داره، داره چی صفات است که از وا تابعداری صورت میگیره و الله جل جلاله با اطاعت ایشان امر کرده و هم از رسول کریم صلی الله علیه و سلم سفارش و توصیه و حکم امرش آمده با اطاعت ایشان، ای کدام صفت داره؟ اول این که باید با مبادی اسلامی ایمان داشته باشه و اطور نباشه که مبادی اسلامی ایمان نداشته باشه. وقتی که با مبادی و اصولی اسلام عقیده نداشته باشه و در حقیقت الامر مسلمانه و دولت اسلامی شمرده نمیشه. الله جل جلاله در قرآن کریم می فرمایه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم
آی کسانی که ایمان آوردید، اطاعت الله را کنید و اطاعت رسول الله رسول الله را کنید و از اولوال امری که از شما باشه، منکم از شما باشه، یعنی با مبادی اسلامی عقیده داشته باشه، از جمله مؤمنا باشه، مؤمن باشه. در جای دیگه می فرمایا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، ای مؤمنان شما نگیرید بدون از شما غیر از شما دوست ترا، یعنی ای طور که یک نوع دوستی است که او را شما امیر مقرر میکنه بالای خود، فلهذا او را امیر مقرر نکنید بالای خود. الله جل جلاله در جای دیگه میفرماید ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا صدق الله العظيم. آیا حساب میکنه و فکر میکنید شما و حساب میکنید که شما امیتور متروک بمانی، در حالی که با علم آشکار تا اونوز واضح نشد، الله پاک معلوم نکرده از شما که کدام یکی از شما مجاهد است و نگرفته غیر از الله و رسول و غیر از مؤمنان یعنی دوستانه را، یعنی این قسم دوستانه است که کفار سرتان یعنی حکمت میکنه. نکته دوم در صفات امی، این نکته اولی شد در صفات اولی الامر، اول صفت امی شد که مؤمن باشه با اون وعده مؤمنی صحیح. دوم امی است که باید ظالم و فاسق و فاجر و غافل از الله نباشه و نه متجاوز از حدود الله باشه، بلکه مؤمن متقی و دارای عمل صالح باشه. وقتی که یک ظالم و فاسق با منصب امارت و امامت چی شوا تسلط بیافا، هی از نظر اسلام باطل است. الله جل جلاله در قرآن کریم میفا باز ابراهیم علیه السلام حکایت میکنه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. الله میفرماید می آخر آیات قیامت که وعده ما با ظالمین نمیرسه، معنی ای که یعنی مشروعیت نداره ظالم ما با ظالم چی نمیتیم که مسلط باشه بالای مسلمانا، با او مشروعیت نمیتیم. الله جل جلاله میفرماید